أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. صدق الله العظيم. خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم در برنامه اخلاق اسلامی با جمعی از عزیزان و کسانی که در تالار با ما حضور دارند، مهمان خانه شما هستیم. بحث ما در مورد نماز مسلمان هست. یکی از اساسی ترین عبادات در اسلام و مهمترین عبادت، عبادتی که نهایتش یا سبب انجامش سبب ورود به بهشت و ترکش سبب ورود به جهنم می شود. ما من حیث مسلمان در برابر نماز چی مسئولیتی داریم و نماز چی گونه یک عبادت است؟ علما اتفاق نظر دارند که بعد از توحید و یک تاپرستی، یعنی بعد از اینکه انسان مسلمان الله را به یگانگی قبول کرد و پذیرفت، بزرگترین عبادت و مسئولیتش بعد از این قضیه قضیه نماز است. پس باید در برابر نماز کوتاهی نکند. دوم، پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم می فرمایند فرق بین انسان مسلمان و غیر مسلمان در نمازش است. یعنی یک فرق بزرگی که بین مسلمان و غیر مسلمان است در نماز است. مسلمان در یک شبانه روز 5 مرتبه سر تعظیم در برابر خالقش فرود می آورد، ولی غیر مسلمان کار انجام نمی ده. پس این خود بیانگر اهمیتی موضوع است. سوم، ترک نماز گناهش به مراتب از مرتکب شدن در زنا العیاذ بالله یا خوردن شراب یا بعض از گناهان دیگر بیشتر است. این چیزی است که شاید خیلی از ما و شما کم شنیده باشیم و بسیاری هم در برابر ترک نماز بی تفاوتیم. اگر خدای ناکرده جوان ما را، فرزند ما را ببینیم که شراب می نوشد، نه تنها یک فامیل بلکه یک قریه و یک شهر در برابرش واکنش نشان میده، یا ببینید که مرتکب عمل بی عزتی دیگری شده باشد، ولی در داخل خانه ما، در فامیل ما، گاه وقت دختر ما، پسر ما، برادر ما، خواهر ما میبینیم بسیار به راحتی نماز قضا میکنه و هیچ عکس العملی هم در برابر او نداریم. چرا میگیم که گناهی ترک نماز از گناه شراب و زنا و گناهان دیگر بیشتر است؟ به خاطر اینکه که در ترک نماز کفر آمده، کفر و عیدی کفر آمده. رسول صلی الله علیه و سلم میفرماین کسی که نمازش قصدن ترک میکنه بدون عذر، علیاذ بالله علیاذ بالله، به کفر نزدیک میشه. عذر چیست؟ یک کسی مریض است، در بستر افتاده، خب شریعت برش اجازه داده که در همون حالتی مرضش سرش گذاشته بخونه، وضو نمیتونه تیمم بکنه، بخونه حرکات نماز نمیتونه انجام بده، به اشاره بخونه. عذر چیست؟ او عذری که تو اصلا قدرتی رو نداشته باشی که به توسط وسیله نمو عذر تو نماز رو انجام بدی، برای او میگن عذر. که سر دو وقت توازی نشسته باشیم نماز قضا بشه، پای تلویزیون نشسته باشیم نماز قضا بشه، در مهمانی اشتراک کنیم نماز قضا بشه، حتی در ختم قرآن شما میبینید در سالن‌های عروسی به نام ختم قرآن برگزار میشه، هزاران نفر اشتراک میکنن، در خود عروسی اشتراک میکنیم نماز ما قضا میشه. چقدر جرم بزرگ است، چقدر گناه عظیم است، در حالی که قرآن عظیم شان در مورد نماز 5 تا تاکید داره برای ما. شما دقت کنید، پیام قرآن در بحث نماز خیلی مفصله، واضح است آنچه که قرآن از ما خواسته. اولش اقامه نماز است، اقیم الصلاة و یقیم الصلاة و یقیمون الصلاة و اقام الصلاة. آیات متعددی در قرآن آمده که مسلمان باید نمازش برپا داشته باشه، این یه خواست قرآن است. بعد از این دوم محافظت نماز است که قرآن از ما میخواد، حافظوا علی الصلوات و الصلاة وسطا و قوموا لله قانتی. نمازت محافظت کن، بر همه چیز ترجیح بدی، برای کار، برای وظیفه، برای رفیق، دوست، بر همه چیز، مجلس، عروسی. سوم خواست قرآن از ما بعد از محافظت درست خواندن نماز است. قد افلح المؤمنون الذين هم
فی صلاتیم خاشعون. خاشع یعنی نماز درست بخونی، رکوع، سجده، قیام، قدی درست باشه، منظم باشه، مرتب باشه، مثل نمازهای رمضانی نباشه. ما شما در افغانستان متاسفانه در بعضی از مساجد حتی در صفحات مجازی مسخره میکنن، میگن نمازهای الکترونیکی ببینید یا کمپیوتری ره. و هم بسیار سرعت بالا، فرجی. ببینید میگه که چه رقم نماز میخوانن. جالب است امامی که امامت رو به دوش داره، امامت میده چطور وقتی نمیفهمه معنا و مفهوم نماز که در برابر چی کسی استاد است، او چطور امامت میده؟ این عجیب است. ما خواستیم از برادران امارت اسلامی و از حکومت اسلامی است که افرادی به امامت در مساجد بگمارید که حداقل مو شایستگی و لیاقت داشته باشه. نماز اربابی نخونیم، نماز مردمی نخونیم که والله می مردم به چند دقیقه خوش میشن. ببینید خالق چی میگه. تو وقتی در برابر یک وزیر استاد میشه مو حرکات را انجام بدی، ولید میخنده میگه وقتی دیوانه برای میگه از این چی حرکات است که تو انجام میدی؟ تو در برابر خالق زمین و آسمان استاد میشی. الحمدلله رب العالمین ولا ضالین آمین. خلاص هیچ نمیفهمی اولش چی بود آخرش چی است. بعد از ختم نماز پرسان کنی کدام سوره خوانده شد، چی خواندین، چی تأثیری بر شما گذاشت. سومین خواست قرآن از ما است که نماز ما رو درست بخونیم. درست. چهارمش دائم بخونیم. والذین هم علی صلاتهم دائمون. نه آیات قرآن است. یعنی هم اقامه نماز، محافظت نماز، درست خواندن نماز، دوام بر نماز. مسلمان سوری نباشید، موسومی نباشید. والله ماه مبارک رمضان آمد، بریم که ماه نماز است. هم رمضان که خلاص شد دیگه نماز مسجد ترابی هم خلاص. تو نباشید، همیشه منظم مرتب نمازتان دائما بخونید. و پنجمش آنچه که از ما در باب نماز خواسته شده است که آثار و تغییر نماز در وجودتان ببینید. این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. چرا نمازهای ما مؤثر نیست؟ نماز میخوانه، دروغ میگه، غیبت میکنه، تهمت میکنه، ریشخندی میکنه، هزارها فجر انجام میده. نماز هم پنج وقت میخوانه. او کلان تسبیح سبحان الله استغفر الله گفته روان است. چرا؟ چون در زبان تسبیح و در دل سیم و زر. این چنین تسبیح کی دارد اثر؟ در زبانت حمد گویا در دلت پیدا سنم، ای به باطن کافر و ظاهر مسلمانی چی سود. یک وقفه کوتاه میگیریم و پس برمیگردیم خدمت عزیزان. باز هم خوش آمدید در ادامه برنامه اخلاق اسلامی با جمعی از عزیزان خدمت شما عزیزان هستیم. بحث ما در مورد نماز بود، نماز که ستون دین است، یکی از ارکان اسلام است، نخستین عملی که در قیامت مورد محاسبه قرار میگیره انسان از او، عملی است که بقیه اعمال بر او قیاس میشه. پیامبر عزیز ما صلی الله علیه وسلم میفرمایند در روز قیامت نماز انسان محاسبه میشه. اگر نمازش درست باشه، یعنی آنقدر جایگاه و امتیاز و نمره داره که مثل این که شما یک پارچه امتحان و استاد به دستتان بده یک سوال سخت رو مطرح کنه، استاد بگه اگر همین سوال رو جواب دادی دیگه از کل سوالات برات نمره میدم. شبیه همیست. الله در قیامت میگه اگر از نمازت کوتاهی نبود دیگه اعمالت هم برام نمازت قیاس میشه. و این نماز ادای سبب ورود به بهشت و ترکش سبب ورود به جهنم میشه. اینم در قرآن است. شما در سوره مؤمنون جزء 18 قرآن اول بروید بخونید. 5-6 تا صفت در خداوند بیان کرده. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين من اللغو مردون تا آخر. و در نهایت این آیات چی میگه الله تبارک و تعالی؟ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. و در نمی اوصاف دو تاش نماز است، یکی دوام خواندن دائم خواندن نماز، یکی درست خواندن نماز. در این 6 تا 7 تا صفتی که در اونجا بیان شد نهایتش الله میگه که بهشت فردوس جایگاه کسی است که این ویژگی دارد. و ترک نماز سبب جهنم است. ما سلککم فی سقر. روز قیامت سوال میشه از بسیار جهنمی‌ها شما چرا جهنم رفتید؟ در دنیا آدم خوبی بودید. دلیلش چیست؟ میگه چند تا دلیل است. یک، لم نکو من المصلین، نماز نمیخوندم. و لم نکو نطعم المسکین، به فقرا کمک نمیکردم. و کنا نکذب بیوم الدین، قیامت را تکذیب میکردم. و کنا نخوض مع الخائضین،
دوستان ناباب داشت، همراه رفیقای بد و زشت بود. این دلیلی ورودم به جهنم است. اولش چیست؟ نماز، ترک نماز است. لم نکن من المصلین. پس چقدر این قضیه مهم است، چقدر این موضوع اهمیت داره. یعنی در همه احکامات اسلامی شما ببینید یک تخفیف وجود داره، ولی در بحث نماز که میرسه میگه اگر در برابر دشمن در سنگرم قرار داری نماز خوف بخوان. نماز خوف یک هیئت یک شکل خاص خوانده میشه. اگر در سفر دو رکعت بخوان خب، ولیکن بخوان. اگر مریضی قدرت ایستادن نداری نشسته بخوان خب، ولیکن بخوان. اگر نشسته نمیتوانی سرت بگذار خب بخوان. تا لحظه مرگ گفته بخوان. یعنی هیچ جایی نیامده که بگین به اصطلاح ترک بکن. روزه در ماه مبارک رمضان اگر در سفر باشی اسلام برات میگه میتونی بخوری، مریض باشی میتونی بخوری. اما در باب نماز خیلی تاکیدات زیادی اومد. همو قدرم نماز در حیات انسان مؤثر است، یادتان باشه. ما چند نوع نماز داریم، انواع از نماز. یکی نمازهای فرائض است، فرض عین برش میگیم، مثل پنج وقت نمازی که ما و شما میخونیم، این رکعاتای فرضش میگیم. نماز جمعه فرض است، هیچ دلیل و بهانه‌ای پذیرفته نمیشه، باید خودت منظم بسازی انجامش بدی. دوم نمازهای واجب است، نمازهای عیدین در نزد مذهب احناف، صلات وتر. واجب بو چیزی میگن که یک درجه از فرض پایین تر است. فرض او است که به دلیل قطعی ثابت شده، در فرضیتش هیچ شک و شبهه‌ای نیست. واجب او است که به دلیل قطعی ثابت شده خب، ولیکن در او یک ظن وجود داره، یک چیز پایین تر از فرض است. بعد از واجب نمازهای سنت است، قبل از فرض و بعد از فرض که ما و شما میخوانیم، نماز تراویح که میخوانیم در ماه مبارک رمضان. اینجا لازم میدانم تذکر بدم برای عزیزای ما که تراویح میخوانیم، کوشش کنید درست بخوانید، درست بخوانید، وقتتان ضایع نکنید. وقتی وضو میگیرید، زحمت میکشید، در مسجد میروید، نمازتان درست بخونید. قاری صاحبای عزیز ما، روز قیامت کل مسئولیت این مردم به عهده شماست. تو اگر نماز در درست بخونی مردم استاد است، تو امیر هستی، به یک الله اکبر پایین میشن و یک الله اکبر بالا میشن، تو امیری مردم هستی. و اگر این نماز در درست خواندی روز قیامت الله به اندازه کل مقتدی هایی که پشت سرت بوده برات پاداش میده. ولی اگر نماز خراب خواندی، اشتباه خواندی، غلط خواندی، نماز اربابی خواندی، به خاطر مردم خواندی، روز قیامت جواب کل گیر باید خودت بدی. پس مکن در نمازها تقصیر، تا در آن روز باشد توقیر. روز محشر که جان به گداز بود، اولین پرسش از نماز بود. بعد سنت نوافل است، مثلا نماز تهجد کوشش کنید بخوانید. اگر در دیگه وقت نمیخوانید در ماه مبارک رمضان بخوانید، هر قدر می توانید بخوانید، 8 رکعت، 12 رکعت، 4 رکعت، 2 رکعت حتی اقل بخوانید. شیوه خواندنش هم نمازهای نفل غالبا همه مثل نماز سنت به اصطلاح عامیانه ما و شما پر خوانده میشه. فقط همو در نیت انسان هم است که من تهجد می خوانم یا تراویح می خوانم یا به اصطلاح سنت پیشین یا سنت صبح می خوانم. در فکر انسان هم کفایت می کنه. نماز استخاره هست، نماز دوحا است در حدیث آمده، یعنی از طلوع آفتاب تا مثلا ساعت 11 11 و نیم روز شما میتونید 4 رکعت نماز بخونید، سنت است، اجر بسیار عظیمی داره. اون به نام اشراق هم میگن، به نام دوحا هم میگن. نماز استخاره در یک کاری که شما مثلا آیندهش به شما معلوم نیست، نفع و ضررش معلوم نیست به شما، کار مشروع باشه، میری وضو میگیرید، 2 رکعت نماز میخونید، دیگه پروردگارا من خونه میدانم اگر این کار به خیری است انجام بشه، اگر نیست نشه. این مشورت با خداوند است، یعنی امور با الله می سپاری، تو بعد میری اقدام میکنی، حالا اگر شد به خیرت باشه میشه، اگر نباشه نمیشه. نماز حاجت یک احتیاجی داری، کدام یک از ما هستیم که احتیاج نباشیم به الله؟ همه ما محتاج اللهیم. ایها الناس انتم الفقراء الی الله، همه فقیری. دو رکعت نماز به نام حاجت میخونیم. نماز توبه از گناهان، دو رکعت نماز نیت میکنیم به نام توبه میخونیم. نماز شکرانه، نعمت خدا برای داده، فرزند داده، دیگه نعمتی داده، میری وضو میگیری، یک دو رکعت نماز میخوانی، پروردگارا شکر در برابر این نعمت های. انواع از نوافل است. بنده آن قدر که به پروردگار به نفل تقرب حاصل میکند، به دیگه امور حاصل نمیکند. یعنی کوشش کنید که کوتاهی نشه از پیش، تلاش خود رو بکنید.
مسئولیتی که داریم چند روزی در دنیا زنده هستیم کم نیاریم انشاءالله، از عمری که خدا برای ما داده استفاده بکنیم. یک وقفه کوتاه میگیریم و پس دوباره خدمت شما عزیزان دل برمیگردیم. بازم خوش آمدید در ادامه برنامه اخلاق اسلامی با جمعی از عزیزان دل که اینجا حضور دارن، خدمت شما و مهمان خانه‌های شما است. بحث ما در مورد نماز بود. شاید در ذهن بسیار از عزیزان ما سوال پدید آید، چرا نمازهای ما سبب تغییر نمیشه؟ چرا لذت نداره؟ چرا نمازهای بیروح است؟ ممکن دلایلش این باشد. اولی که درست نمازمان را بلد نیستیم، یاد نگرفتیم هنوز. وقتی یک برنا، یک معمار درست کارش بلد نباشد، خشتر کج میگذارد. به او یک تعمیر جور نمیکنه که از دیدنش لذت ببرید یا در او راحتی احساس بکنید. دومی که معنا و مفهوم نماز را نمیفهمیم بسیار از ما. متاسفانه سالهای متمادی خواندیم الحمدلله رب العالمین، ولی نفهمیدیم که همین چی معنا میده. ایاک نعبد و ایاک نستعین گفتیم، ولیکن در کنار قبر استاد شدیم و گردن ما را کش زدیم و از او کمک خواستیم، استعانت غیر الله خواستیم. اهدنا الصراط المستقیم گفتیم، اما به مسیر کج رفتیم. صراط الذین انعمت علیهم خواندیم، اما دوستان ناباب گرفتیم، رفقای نادرستی انتخاب کردیم. معنا به مفهوم نماز را نمیفهم. و سومیش همی که سر وقت ادا نمیکنیم. هر چیز از خود یک تقسیم اوقات داره در اسلام. ان الصلاه كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقتش تعیین شده. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه میفرمایند، من از محبوب من محمد صلی الله علیه و سلم سوال کردم، ای العمل افضل الى الله یا عند الله یا رسول الله، کدام عمل محبوب تر نزد پروردگار؟ فرمود الصلاه على وقتها، نماز سر وقتش. ما به بهانه های مختلف نماز تاخیر میکنیم همیشه، و به خصوص خواهران عزیز ما که حتی در جامعه ما رسم و رواج بریست که میگه هنوز وقتی نماز مرداست، باش که اونا خلاص کردن باز ما میخوانیم. نه، نماز نماز است، وقت مرد و زنش فرق نمیکنه، وقت یک وقت است، باید درست منظم سر وقتش او را ادا بکنیم. شما اگر همراه یک وزیر، یک رئیس، یک معاهده داشته باشید، یک تایم انتخاب بکنیم، فردا ساعت 8 صبح میایم و شما ساعت 8:30 بروید در اونجا، به نظرتان چی میگه؟ شما یک آدم اصولی به نظر نمیرسید، یعنی آدم وعده خلاف میشید، یعنی باید سر تایمید باشی. عبادت یگانه چیزی که در اون بسیار مهم است تایمیش است، وقتش است. شما اگر ماه مبارک رمضان، غیر از رمضان دیگه ماه روزه بگیریم اگر میشه خود نمیشه، مشکل است نی؟ نماز عینی قضیه است. و نماز باید سبب تغییر بشه در انسان. تغییر به این معنا، نمازی که درش رحم نباشه، شفقت نباشه، صداقت نباشه، عدالت نباشه، محبت نباشه، حرمت و احترام نباشه، این نماز فقط جز یک حرکات خالی بیش نیست. مسلمانی که متعهد است نماز میخواند باید عهد و پیمان هم داشته باشه، صداقت هم داشته باشه، مهربان هم باید باشه، مهربان باید باشه، حرمت باید داشته باشه برای دیگران. چون تمام این خوبی ها همه در نماز جمع است، همه این خوبی ها در نماز است. ما یک برنامه داشتیم، شاید بعضی عزیزای ما دیده باشن، 10 تا فایده یا 10 تا خوبی در نماز. شما برید ببینید کلش در آیات قرآن و در حدیث است. نظم چقدر یک چیز خوبی است، ولی در نماز است، همه در یک صف واحد و مرتب. نظافت چقدر چیز خوبی است، در نماز است. شرط نماز است باید نظیف باشی، تمیز باشی باید. محبت چقدر خوب است، در نماز هست، همه بازو به بازو، شانه هم دیگر، بدون تبعیض که تو کنارم استاد نشو فلانه باشه فلان، نه. عدالت چقدر چیز خوب است، در نماز است. هیچگاه در مسجد اونجا مشخص نیست جای حاجی سیف فلانی و ارباب سیف فلانی و وزیر سیف و وکیل سیف، نه. نقل است که در زمان امام مالک یکی از خلفا سفر کرده بود در مدینه، آمد برای امام نامه ای نوشت، گفت که بیا برای ما درس سنت رسول صلی الله علیه و سلم را بده. امام در جوابش نوشت که علم نمیای پیشی، تو خودت باید بیایی. به او در برای امام گفت که فردا در نماز میبینیم. امام در جوابش نوشت که فردا جمعه است، اگر وقت آمدی بیام و صف اول بنش، و الا اگر تاخیر کردی
حق نداری روی شانه های مردم لگد مال کرده بیایی به صف اول که به خاطری که تو امیر هستی یا پادشاه و خلیفه هستی. هر کسی که هستی همون جایی که خالی بودم اینجا بشی. چون در نماز چیست؟ عدالته. عدالت ایره ایجاب نمیکنه که مردم پای مال بکنی. در نماز رحمه، شفقته. چند مرتبه شبانه روز میخوانیم الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. ولی بسیار از ما چقدر بیرحمیم. خود ما را بگذار که به خود رحم نمیکنیم، با فرزندان خود، خانواده خود، حتی با حیواناتی که در جامعه است. شما در یک کشور سفر میکنید، سر میزی که غذا میخورید پرنده ها با شما میاد در اون میز غذا میخورد. ولی در جامعه ما، جامعه اسلامی 100% اسلامی، پیشک شما رو میبینه فرار میکنه، گلاب بر روی تان سگ میبینه فرار میکنه، پرنده از کیلومترها میبینه حیوان فرار میکنه. آخه چی رقم مسلمانیم ما؟ چی رقم رحم داریم ما؟ چرا حیوان ها از ما گریزانه؟ پس نمازی که در او نماز مهم است که در او رحم و شفقت و عدالت و صداقت و تعهد و راستی و محبت و حرمت باشه. اگر اینها نبود جز حرکات بیش نیست. به هر حال ببینیم که عزیزانم هم شاید کسی نظری داشته باشه، حتما در خدمت شما. بدیم مایک برای برادر عزیزم. سلام عرض دارم خدمت شما استاد محترم و حاضرین در تالان. در تالان استاد محترم سی یک سوال راجع به نمازهای سنت. مثلا در نماز جماعت فرض میخونه باز میگه سنت پسان میخونه یا در خانه باز میرن استاد محترم باز یارشان میره امور باز چی رقم میکنه؟ ببینید در نماز جمعه آنچه که سنت است ایست که قبل از فرض جمعه شما هر چی میخوانید اختیار دارید. میرید دو رکعت تهیه میخوانید، باز بعدش چهار رکعت میخوانید، در رکعت میخوانید، بیشتر کمتر قبل از فرض جمعه. بعد از اینکه دو رکعت فرض با جماعت خواندید، بعد از فرض جمعه چهار رکعت سنت هم رسول صلی الله علیه و آله خوانده، دو رکعت هم خوانده، گاه وقتی در مسجد خوانده، گاه وقتی در خانه خوانده. شما اختیار دارید که بعد از فرض هر شش رکعت هم میخوانید کار خوب است، اگر چهارش هم میخوانید درست است، اگر در مسجد هم میخوانید درست است، اگر در خانه تان هم میخوانید درست است. این اصل نماز جمعه است. این عادت است که در افغانستان میگن که بلند شین سنت هایتان رو بخوانید. این گپ مردم است. ولی آنچه که در حدیث آمده و سنت همیست که قبل از فرض جمعه اختیاری است، هر کسی هر چی میخوانه، کسی حق تحمیل بر او نداره. به هر حال عزیزان من، ای بود برنامه امروزی ما، خدمت شما عزیزان دل تقدیم شد. تا برنامه بعدی که در خدمت شما قرار میگیریم، همه شما رو به الله یکتای بی همتا میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.